افزایش سرقت‌های مسلحانه که در این شب و روزها از جمله دغدغه‌های اصلی باشندگان هرات است، نگرانی‌ها را مبنی بر تداوم این وضعیت در ایام عید بیشتر ساخته است. برخی از باشندگان هرات از نیروهای امنیتی می‌خواهند تا توجه بیشتر به امنیت این ولایت را در شب و روزهای عید نموده و اجازه ندهند که دزدان مسلح در ایام عید که جشن خوشی و شادمانی مسلمانان است، آرامش مردم را برهم بزنند. از نیروهای امنیتی توقعم همین است که تداوم بیشتر بگیرند که مردم به آرامش بیتر داشته باشند. از طالبان خواهش ما این است که هموطن ما هستند، به این سه روز عید دیگه درگیر جنگ نباشند. خواست ما از تمام طرف های درگیر، چی دولت، داعش، طالب، هر گروهی که در نابسامانی ها و ایرانی افغانستان های فعلا دست داره و جنگ میکنن، امینه که حداقل سه روز عیده که عید مسلمانان جشن مردم بگذارن، مردم خوبی خوشی کنار فامیلا و عزیزان و خمیس بری کنن و در سایه صلح و آرامش دولت بگیره. بعد این مردم هم فکر کنه عیده همیشه رو اقلا همیشه رو عیده خوب مردم بگذارن توجه هم زندگی خودش باشه. باشندگان هرات همچنان بر گروه طالبان که سه روز عید را آتش بس اعلام کرده صدا میزنند که آتش بس را ادامه بدند تا به گفته آنان زمینه برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی مهیا بشود. با این حال مسئولان در فرماندهی پلیس هرات از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در شب و روزهای عید به مردم اطمینان میدهند و از شهروندان میخواهند تا در این ایام با نیروهای امنیتی به ویژه پلیس در تامین امنیت بهتر همکار باشند. ما به مردم خود اطمینان میدهیم که به روزهای عید هم تدابیر ما جریان داره و انشالله در فضای کامل میتونند که عید خود تجلیل بکنند. ولی هرات هم با استقبال از آتش بس اعلام شده از سوی گروه طالبان ابراز امیدواری میکند که این آتش بس پایدار بماند تا زمینه برای تأمین صلح دائمی در کشور هموار گردد. با این که آتش بس برای چند روز کوتاه راه حل کل مشکلات ما نیست، اما از او استقبال میکنیم. نیروهای امنیتی ما در آمادگی بسیار کامل به سر میبره و دولت افغانستان استقبال کرده، هدایت لازم به نیروهای امنیتی افغانستان حتما میدن، ولی دوست داریم که پایداری آتش بس و پایداری صلح در افغانستان زودتر بیاد. سال گذشته نیز دولت و گروه طالبان به مناسبت عید آتش بس سه روزه را رعایت کردند که مورد استقبال مردم قرار گرفت. خواستها برای تداوم روند آتش بس در حالی از جانب مردم و مسئولان محلی ابراز می شوند که گروه طالبان در عید گذشته پس از ختم سه روز حملاتشون را شدت بخشیدند. این بار باید دید که آیا گروه طالبان به این خواست در این عید لبیک خواهند گفت یا خیر.